نخستین نشست خبری سرپرست وزیر خارجه از کابینه جدید تازه کشورش 1.2 میلیارد دلار بعد کمک‌های جهان را به دست آورده است. امیر خان متقی از این کمک‌های بشردوستانه جهان که براینده نشست ژنوا بوده است استقبال کرده و خواهان دوام همچنین کمک هاست. این دیپلمات ارشد میگوید کمک های جهانی برای زیرساخت های افغانستان نباید متوقف شود. دام رستی خو په بشری برخه کې دی، بشری مرستی دی، خو موږ له نړیوال بانک نه، د آسیا پراختیایی بانک نه او د اسلامي پراختیایی بانک نه دا غوښتنه کوو چې په انکشافي برخه کې هم له موږ سره مرستی وکړي، له دې هیواد سره مرستی وکړي، تر څو د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې او د شهرونو د انکشاف، د انکشاف دیهات په برخه کې. طالبان پس از 31 اگست بر آنچه روند خروج کامل شهروندان آمریکایی از افغانستان بود متحد باقی ماند. حالا سرپرست وزیر امور خارجه از واشنگتن می‌خواهد باید در سیاستش با افغانستان نرم باشد و سیاست خصمانه با این کشور در آینده نداشته باشد. خوب متاسفانه دیدی پزای چې دیدی همکاری و قدرونه وسی د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ولس پښتمنۍ باندې بندیز ولګا واغې کنګل کړ. د موږ رایې او نظر دا ده چې امریکا ډېر لوی هیواد ده، باید لویه حوصله ولري. د افغانستان غوندې غریب هیواد سره باید دا ډول ظالمانه چلند ونشي. به گفته مدیر تازه برنامه های سیاست خارجی کشور، سفارت های افغانستان در بیرون روند کاریشان متوقف نیست و سرپرست وزیر خارجه هم با نماینده دیپلماتیک افغانستان در تماس است. با یک کارمند وزارت خارجه از بلنفایت پایین نگفتیم که شما در اینجا کار نکنید. با تمام کارمندای وزارت خارجه دعوت دادیم و همه موجود است، کار خود میکنه و با سفارت خانه ها پیغامات ارسال کردیم که همه شما نماینده افغانستان، به نمایندگی افغانستان شما تحصیل کرده و با سرمایه افغانستان تربیه شدی، شما باید خوب نمایندگی بکنی. در حالی که سیاست اغلب کشورهای جهان در برابر افغانستان همین اکنون روشن نیست، اما انتظار می رود رهبر تازه وزارت امور خارجه در سیاست خارجی افغانستان را از یک آزمون دشوار بیرون بدر کند.